چندوری است که چگونگی حضور زنان در انتخابات در رسانه های داخل و خارج باستاب زیادی داشته حضور زنان در این دوره هم با هاشیه هایی همراه بوده شپول با ما هستند از اتاق خبر با سلام بر شما سلام بر شما خانم در مورد جزئیات این بفرمایید خانم درخشش من چند روزه که این موضوع رو دنبال کردم بسیاری از کارشناسا معتقدند حکومت جمهوری اسلامی در بسیاری از بره از زمان که با مسائل سیاسی یا اجتماعی برخورد میکنه بعضی از موضوعات پررنگ میشه یکی از اونها موضوع زن هست که در جهت طلب مشروعیت در جامعه و پیام به بیرون ازشون استفاده میکنه حتی در این دوره نیز حضور زنها در مطبوعات داخلی و خارجی باساب بسیاری داشت و حضور زنان در وزارت کشور در زمان ثبت نام که یکی از اونها گفت اگر رئیس جمهور بشم نیمی از کابینه من زن خواهد بود با کنش آقای محمد یزدی عضو فقهای های شورای نگهبان رو در پیداش که گفت که در جمع, جمع طلاب قوم گفت که زنان صلاحیت رئیس جمهور شدن رو در ایران ندارن کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است رد صلاحیت هاشمی و مشایی از سوی شورای نگهبان واکنش را در بین موافقان این دو نامزد پرهاشیه در جامعه و فضای مجازی در پی داشت. اما روی کردن ویدیویی که مربوط به تبلیغات دوره نهم ریاست جمهوری بود که در آن زن جوانی با شهامت وضعیت موجود را به نقد می کشد و هاشمی را با حالتی بغز در گلو نشان می دهد، با الغاء این حالت در مخاطب که گویی هاشمی فرشته نجات از فیلتر شورای نگهبان حذف شده و دیگر امیدی به بهبود اوضاع است. اما در پس این ماجرا موضوع استفاده از زنان در مواقع استراری کاملا پنهان اما تاثیرگذار است از دوره دهم ده به بعد بود که نامزدهای انتخاباتی همسران خود را سوژه عکاسان خبری کردند و با استفاده از موضوع زن در القای مفهوم اهمیت جایگاه زن به رای دهندگان در جهت کسب آرای بیشتر از جامعه گام برداشتند این عکس نیز محمد رضا عارف در کنار همسرش در روز سبتنام انتخابات دوره یازدهم را نشان می‌دهد. عکسی که با واکنش تند اصولگرایان به پوشش نامتعارف همسر عارف مواجه شد و به صورت تلویحی آن را مقلد همسایگان غرب زده نامیدند اشاره آنها احتمالاً به همسر نخست وزیر ترکیه بوده است با تمام گفته ها اگرچه هواداران حکومتی در بسیاری از موارد کاسه داختر از آش حافظ ارزش های نظام می شوند خود نیز در مواردی چشمانشان را بر روی این گونه موارد بسته و از زنان به عنوان ابزار تبلیغاتی و پیام به بیرون از مرسانیز استفاده می کنند. شپوه لباسی صدای آمریکا. سپاسگزاریم از شپول برای تهیه گزارش امشب. سپاس خانم درست.